احساس میکنم از همان لحظه، اگرچه در میدان جنگ بودیم، اما تنظیم رابطه ایدئولوژیکی دیگری با برادران و خواهران من، به خصوص همین خواهران جدید، در من به وجود آمده است. صحنه آنقدر صاف، زیبا و پر از صفای ایدئولوژیک بود که نمیتوانم آن را به خوبی با زبان وصف کنم. حتی رابطه خواهر و برادر خونی هم اینطور نیست. خواهران خود را فدای برادران میکردند و برادران حاضر نبودند شاهد این باشند که حتی یک خش به آنها بیفتد. این صحنه ها هیچ فراموشم نمیشود و در خلوت خودم عین فیلم جلوی چشم میگذرند و بعد اشک میریزد. در زمان دیگری وقتی لودر آوردند، با وجود ضربه های شدید آب فشار قوی، همه از خواهر و برادر رفته و جلوی لودر صف بسته و به او دستور حرکت دادیم که بیاید و از روی ما رد شود. راننده مقداری گاز داد و عقب و جلو کرد، ولی دید کاری نمیتواند بکند و نهایتا آن صحنه را ترک کرد. در نقطه دیگری که باز همین لودر داشت می آمد و مزدوران با چماق مقداری جلو آمده بودند، خواهر خمیرا مثل شیر جلوی آنها ایستاده بود. و باز در نقطه دیگری وقتی هیچ کس به خاطر ضربات مداوم چوب های زخیم و بلند نمی توانست یک قدم جلو برود، خواهرزاده تک و تنها خودش به میان مزدوران رفت، به طوری که مجبور شدند حمله‌شان را قطع کنند. شاید باورتان نشود، ولی به نظر من این صحنه ها خیلی از ارتشی هایی را که یک جو انسانیت در وجودشان بود را قفل و مات کرد. در صحنه دیگری وقتی ما را سنگ باران می کردند، سنگ ها درست بر روی محل تجمع خواهران فرو بیاد. در آن صحنه هر برادری با تمام تلاشش سعی می کرد سنگی را که از بالا و معلوم نبود کی و با چه اندازه‌ای فرو بیامد، قبل از خوردن به خواهران با دست خود به صورت سپر رد کند. اینجا بود که سر می شکست، دست می شکست. من خودم شاهد بودم که یکی از همین برادران سنگ تیزی محکم به سرش خورد و همونجا افتاد، در حالی که خواهران هم ایستاده بودند و فریاد می زدند الله اکبر. واقعا الله اکبر از این همه حماسه. قسم می خورم که در تمام این مدت 2 ساعت الا 2 ساعت و نیمی که جنگ به شدت ادامه داشت، مزدوران از جایی که بودند حتی 2 متر هم نتوانستند جلو بیایند و چون خسته می شدند مجبور می شدند جایشان را با مزدور دیگری عوض کنند. و قسم می خورم که تا آنجا که به ما برمی گشت، صحنه انگار برای من صحنه غزوات حضرت محمد را تداعی می کرد که در کتاب ها خواندم. به خدا این را از ته قلبم میگویم، من هیچگاه در عمرم این چنین رابطه ایدئولوژیکی در یک سازمان ندیده بودم. اگر کسی معنی نوامیس ایدئولوژیک و گوهر بیبدیل را تا به حال نفهمیده، باید این صحنه ها را اگر فیلمش باشد خوب ببیند. هنوز وقتی این صحنه ها را یادآوری می کنم، اشک از چشمانم
سرازیر می شود. بله، این همون عشقی است که از اوج این حماسه ها در می آید. بگذاریم. شیرین ترین لحظه این جنگ آنجا بود که خواهری که مثل شیر زخم خورده ای همش در تعرق بود و میغرید آمد و به خواهرانی که تا آن زمان و تا آن لحظه بی‌دریغ سنگ و چوب و تبر و چماق می‌خوردند و برخی از سرهایشان خون فواره می‌زد گفت: بچه‌ها، از این نقطه ما باید از خودمان دفاع کنیم و مانع کشتار کردن بیشتر از طرف آنها بشویم. گویی هرچه انرژی در بدن من بود آزاد شد، اما هیچ چیز در اطراف ما برای دفاع از خود وجود نداشت، فقط خاک بود و شن و ماسه و سنگریزه بود. خواهران همانها را چنگ زدند و حواله مزدوران کردند. به مصداق آیه ترمیه به هجارت منسجی، به طوری که گویی کیرون ابابیل با مأموریتی از جانب خدا برایشان بلا نازل کرده باشد، یا خوردن و یا مثل موش هر کدام به گوشه ای کنه. ما همه خونیم و زخمی بودیم، اما گل از گل ما چه گفته بود. میخندیدیم و مسخرهشان میکردیم تا جایی که فرماندهشان از موضع استیصال جلو آمد و گفت: آتش بس، آتش بس، ما دیگر کاری نداریم، شما هم قطع کنید. و آن روز در آن صحنه و در آن نقطه داستان درگیری ها قطع شد. آن روز بچه هایی در آن صحنه حضور داشتند که بعداً شهید شد. الان فرصت نیست، جای درد دل هم الان نیست. فقط میخواستم گزارش کوتاهی از صحنه‌های شورانگیزی که دیده و یا از سر گذرانده هم گفته باشم. ای کاش بتوانم در آینده حماسه این چند روز را به رشته تحریر و یا به تصویر دربیاورم.